تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمنی التقوى. اللهم صل علی محمد و آل محمد. توفیق نصیب شد سر سفره قرآن نشستیم. از اول قرآن هر آیه 5-6 دقیقه تفسیر قطره‌ای داریم. رسیدیم به جزء 6 سوره مائده آیه 52 الان هستیم. طبق معمول آیه رو بشنوید. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. در آیه قبل با صراحت فرمود که ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء، یهود و نصارا را سرپرست خود قرار ندهید. اینها با شما نیستن، خودشو با هم هستن، بعضهم من بعض، به شما وفادار نیستن، خودشون یهود و نصارا با هم وفادارن. و من یتولهم منکم، اگر مسلمونی کشور اسلامی حاکم اسلامی یتولهم ولایت اینها رو پذیرفت، فانهم منهم، او هم رنگ یهودیت و مسیحیت به خود میگیره. ان الله لا یهدی القوم الظالمون، ظالم است و خداوندی که ولایت اونها رو پذیرفتن دیگه هدایت نمیکنه. یعنی خداوند ولایتش از اینها ور میداره، میگه حالی که رفتید اونها رو ولی گرفتید، من دیگه شما رو کمک نمی کنم. این آیه قبل بود. این آیه میگه که فترا، پیغمبر، با اینکه نهی کردی، صراحتا گفتید یهود و نصارا را ولی قرار ندید، اما فترا میبینی، میبینی یعنی علنا این کارو میکنن، مخفیانه نیست. فترا میبینی که اینا علنا چه میکنن. الذین فی قلوبهم مرض، اونها که در بیمار دلن، اینا که مریضن، حال مرضش یه ترسوان، میگن که یسارعون فیهم، به سرعت میرن در این بین یهودی و نصارا، یعنی بین ها ملحق میشن و توجیه میکنن کارشون رو. توجیهشون چیه؟ یقولون، میگن نخشا ان تصیبنا دائره، میترسیم یک خطری به ما برسه، میترسیم به ما یک خطری برسه، یه مشکلی بر ما پیش بیاد، ما نیاز داشتیم به کمک اینها و اینها به ما کمک نکنن. نقشا انتصیبنا داره، یعنی کشورهای ترسو، رئیس جمهورهای ترسو، مردم ترسو پناهنده میشن به کفار، ولایت اونها رو میپذیرن. میگن یه وقت ممکنه اسلحه اونها قوی تر باشه، پول اونها قوی تر باشه، نمیدونم برای ما رو در محاصره نظامی، در محاصره اقتصادی قرار بدن. نقشا انتصیبنا داره. فعسالله، پیغمبر بگو امید از خدا، یأتی بالفتح، مسلمان ها و مؤمنین پیروز بشن، او امر من عنده، یا یک خیر دیگه به نفع مسلمان ها پیش بیاد، وقت اونها شرمنده بشن. فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین، که اینها این همه پناه بنده شدن به او، ولی پیروزی با مسلمان ها شد، پناهندگی به کفار، پذیرفتن سرپرستی کفار هیچ سودی برشون نداشت. خب حالا این آیه نکاتی رو برای ما میگه. یکی که افراد سست ایمان میخوان که جزء کافر بشن، یسارعون فیهم، نه یسارعون الیهم، یعنی افرادی میرن تو دل اینها، یعنی گرایش به اینها ندارن، ازش تو دل اینها هضم میشن. یسارعون فیهم. مسئله دیگه، غلط خودشون رو توجیه میکنن، میگن نقش و انتظیب اینا، علتی که ما پناهنده شدیم اینه که نگران آینده ما هستیم، به اینا پناه بریم که اینها اول انقلاب بود که استید دو تا بچه داشت، یا بچه فلسطین آمریکا، یا بچهش هم تو جهاد کشاورزی بود. گفتم چه میکنی؟ گفت بالا نمیدونم، بالاخره جمهوری اسلامی پیروز خواهد شد یا آمریکا. حالا من احتیاطاً یا بچه‌مو فرستادم آمریکا، یا بچه‌مو فرستادم جهاد کشاورزی، که اگر جمهوری اسلامی پیروز شد بگیم بچه‌مون تو نهادهای انقلابیه، اگر یه وقت آمریکا پیروز شد بگیم ما بچه‌مون خدمت می‌کنه به مردم آمریکا. حالا او شوخی میکنه، ولی
افراد جدی طوری هستن، یا پنجره به یه بر با میکنن یا پنجره به او بر با میکنن، داره که روز مبادا معنی منافق هم میتونه. منافق از نفقا موشایی که زیر زمین رو سوراخ میکنن، یه دره خروجی هم میذارن که اگر یه وقت از یه بر دره شد از او بر درن، یعنی دو دره، دو تا پنجره به دو سمت باز کردن. حالا انگیزه رابطه ذلتبار رو میگن ضعف ایمانه، وحشت دارن از غیر خدا، میگن نخشا، نخشا این از غیر خدا وحشت دارن. خب مسلمان ها باید به پیروزی و گسترش اسلام امیدوار باشن. میگه فعصا، گرچه بیماردلان پناهنده میشن، اما ای مؤمنین بدونید که در آینده شما رو سفید خواهی شد، اونها رو سیاه خواهی شد. عزت سیاسی، قدرت اقتصادی، پیروزی نظامی همه از طرف خداست. میگه یأتی بالفتح، فتح مال پیروزیه، او امر من عنده، یا چیزی مثل پیروزی. ممکنه پیروز نشید، یک معدنی کشف کنید، دستتون به یک اختراعی، به یک ابتکاری، یک پیشرفت علمی داشته باشید، پیروزی نیست، ولی دسترسی به امر من عنده، همه چیز دست خداست. چون اینجا هم میفرماد که یأتی بالفتح، یأتی فاعلش خداست، یا خدا پیروزی قسمت میکنه، او امر من عنده، یا پیروزی نظامی نیست، امر من عنده از طرف خدا، یه خیلی دیگه به شما میرسه، یعنی یه کشفی، اختراعی میکنید، قیمت نفتتون بیشتر میشه، معدنی کشف میکنید، یه خطری از شما دفع میشه. بالاخره این آیه میفرماید که کسانی که پناهنده به کفار میشوند، زغال روسیایی به زغال میمونه، اینها دستشون به جای بند نیست. خدا قول داده و وعده داده مسلمان ها روز به روز رو به گسترش هستن، چه پیروزی نظامی، چه رسیدن به یک خیرهای دیگه، وقت فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین، اینها که پناهنده شدن شرمنده میشن، گفت نه در غربت دلم شاد است، نه روی در وطن دارم. آبروشون رفت، وابسته شدن، اونها هم گره از اینها حل نکردن. بسیاری از منافقین که در خود جمهوری اسلامی اول انقلاب پناهنده شدن به این ابرقدرت ها، به یک نکبت رسیدن که حالا نه اونجا زندگی مرفعی دارن، نه روش و منشه برگردن ایران، و در ایران جایگاهی دارن. خدای تو به حق محمد و آل محمد، وقت خطر، وقت ترس، وقت تهدید، وقت تطمیع، وقت وسوسه دست همه اونو بگیر، ما یه مرتبه خودفروشی نکنیم. خودفروشی واقعی اینه که انسان عزتشو برای خاطر یک تحلیل های غلط، ممکن است نقشا میترسیم، دائره خطر بیاد، محاصره پیش بیاد، اگر همچی شد، اگر همچی شد، با یک سری وسوسه ها و تهدیدها و استراب ها و تبلیغات خودشون میفروشن. خدای همه ما را از خودفروشی، عزت فروشی حفظ کن و ایمان به ما بده که در هیچ شرایطی به غیر تو وابسته و پناهنده و توکل نکنیم. این آیه 52 تو این 5-6 دقیقه کافیه. و السلام علیکم و رحمت الله.